خضر پیغمبر در جایگاه روح القدس در مورد خضر پیغمبر همانطور که قصه های مثبت و کارسازی نقل شده داستان های بسیار عجیب و غریب و تأسف و گاهی عبرت آموز نیز حکایت شده است به ویژه در مورد سوء استفاده آخوندهای ایرانی از نام این پیغمبر و ساده‌لوحی مردم که در اینجا به یک نمونه آن اشاره می کنم. همسر جوان یک مرد شهرستانی که از وجاهت زیادی برخوردار بود صاحب فرزند نمیشد. بستگان و همسایگان این زن محروم به او توصیه می کنند به آخند سیدی که ارتباطاتی با اولیا و انبیا دارد رجوع کند و دوای دردش را از او به که هم صاحب کرامت است و هم معجزات فراوانی از او زده و زنان نازای بسیاری را صاحب اولاد کرده است. این زن به دور از چشم شوهر چندین بار به دیدار این آخوند می رود و دعاهای گوناگونی را با قیمت بسیار گذاف از او دریافت می کند ولی هیچ یک دوای دردش نمی شود. تا اینکه در آخرین دیدار وقتی آخوند می شنود که شوهر زن قصد سفر دارد میگوید به نظر من تنها چاره درد تو دیدار حضرت خزر پیغمبر سلام علیه است. اوست که میتواند به همان ترتیبی که روح القدس مریم مقدس و باکره را صاحب تفل کرد فرزندی هم به دامان تو زن مسلمه بگذارد آخوند مدتها درباره خزر پیغمبر و معجزات و کراماتش داستان سرایی می کند تا اینکه زن راضی می شود به چله بنشیند و دست به دامان این پیغمبر شود با این امید که پس از پایان چله خزر پیغمبر را ببیند و حاجتش را از این پیغمبر همه فنحریف بگیرد زن از فردای سفر همسرش با اطلاع و راهنمایی آخوند به چله می نشیند و با توسل به پیغمبر حامی درماندگان به عبادت و نماز و روزه مشغول می شود. از جمله اینکه چهل روز تمام پیش از طلوع آفتاب در خانهاش را با خلوص نیت آب و جارو می کند که آستانه ورودی خانهش را برای تشریف فرمایی حضرت خزر پاکیزه کرده باشد. چهلومین روزی که چله این زن به پایان می رسید همزمان با آخرین آب و جاروی جلوی در خانه زن منتظر و نگران خود را روبرو با مردی در لباس و شمایل آخوندی می که مانند تمثال امامان در پردههای نقاشی خانی ها با پارچه ابریشم سبزرنگی صورت خود را پوشانده بود. در دست راست او کلام الله مجید و در دست چپش عسایی شبیه چوب دستی موسی علیه السلام در هنگام شبانی بود که آن را در فیلم ده فرمان دیده بود آخوند از اسم و رسم زن و اینکه آیا به چله نشسته است میپرسد زن با اشتیاق تمام همه را پاسخ میدهد سپس آخوند از تنها بودن زن در خانه سآل می میکند و اینکه آیا غریبه و نامحرمی در خانه هست یا نه زن در پاسخ میگوید که هیچ کس جز خودش خانه نیست. در نهایت آخوند به اطلاع زن بی نوای حاجتمند می رساند که او خضر پیغمبر است و آمده تا حاجت او را برآورده سازد. زن با شعف و شادی او را به داخل خانه دعوت می کند. آخوند با فرستادن سلوات بر محمد و آل او وارد خانه می شود و یک راست به سمت حوز آب می رود و وضوع می گیرد. از زن نیز میخواهد که او هم وضوع بگیرد. بعد به راهنمایی زن وارد اتاق می شود. در اتاق آخوند با تو معنینه سجاده ای را که تصویر حرم سامن ائمه بر آن نقش بسته بود به زمین پهن می کند. مهر بزرگی که به صورت گنبد مقبره امام حسین در کربلا بود بر سر سجاده می گذارد و تسبیح هزاردانی درشتی را عجیب کشاد عبایش بیرون می آورد و با کلام الله مجید بر سجاده می نهد. سپس از زن میخواهد که او هم سجاده نمازش را پشت سر او پهن کند و به نماز بیستد. به پیش نمازی آخوند نخوص نماز حاجت خانده می شود پس از آن آیه انا انزلنا فی لیلت القدر را چندین بار با صوت بلند قرائت می کند. به دنبالش تسبیح هزار دانه را به دست می گیرد و با صدای بلند به ذکر گفتن می پردازد. پس از آن از نوب نماز می ایستد و بار دیگر و این بار نماز حاجت را با لحن بسیار قمنگیز اما با صوتی خوش و دلچسب می خاند و بار دیگر آیه انا انزلنا فی لیلت القدر را چندین دفعه تکرار می کند. بعد از پایان مرحله دوم نماز آخوند مدتی طولانی به حالت خلصه فرو می رود. سکوت مطلق میان او و زن که امید تو ام با دلشوره بچه داشتن هر لحظه بیشتر او را فریفته و شیفته این پیغمبر نمازخان و قاری قرآن کرده بود برقرار می شود. به دنبال این سکوت آخون دستهای خود را به آسمان بلند و از زن نیز می خواهد که به او اقتدا کند و شروع می کند به دعا کردن و همه انبیا و اولیا و امامان را به کمک می خاند و به خصوص دست به دامان مریم مقدس می شود که خود به فرمان خدای متعال و توسط روح القدس صاحب فرزند شده بود. وقتی همه این مراسم به پایان می رسد آخوند از نو به عالم خلصه فرو می رود و پس از دقایقی از آن حال بیرون آمده به زن می گوید ای بانوی محترم حضرت مریم به من وحی فرستاد که مانع بچه دار شدن شما جن نیست به نام جاجوجی که از بازماندگان جنهایی است که سر اطاعت به بعثت پیغمبر اسلام فرود نیاوردند و از مسلمانی سر باز زدند این جن با چهار فرزند خبیس خود در بدن شما خانه کرده و نطفه فرزندان شما را میخورند تا به این وسیله از افزایش مسلمانان جلوگیری کنند و شما به همین سبب بچه دار نمی شوید. من به رخصت جد بزرگوارم ابراهیم بطشکن این جن و بچه های ملعونش را در یک یا چند نوبت از بدن شما بیرون خواهم آورد. زن بیچاره که هاج و واج محو سخنان و مبهوت اعمال و رفتار این پیغمبر معجزگر بود نور امیدی در دلش پدیدار می شود به ویژه اینکه میفهمد درد بی درمان بچه دار نشدنش از چیست؟ آخوند به زن میگوید برای بیرون آوردن جاجوجی و بچه های شرورش از بدن شما ناچارم با آب متحر تربت کربلا اوراد دعایی را به روی پوست بدن شما در محلی که جاجوجی و بچههایش خانه کرده اند بنویسم که با نوشتن این اوراد اجنه خود به خود از بدن شما بیرون خواهند آمد. در غیر این صورت ناچارم به روش دیگری آنها را بیرون بکشم و به شیشه بیندازم. وقتی زن پیشنهاد آخون را پذیرفت از او خواست تشکی را روی زمین پهن کند زن چنین کرد آنگاه شروع کرد زن را راهنمایی کردن برای همراهی در عملیات جنکشی و مخصوصا به زن اختار کرد که مبادا در حین بیرون آوردن اجنه از بدن او حجاب از رخش کنار برود و خدای ناخواسته چشم نامحرم خزر پیغمبر به صورت و حتی تار موی از زن بیفتد به این منظور از زن خواست که سفت و سخت با دو دست خود بیان که توجهی به سایر اعضای بدن خود داشته باشد صورت و گیسوانش را با چادر بپوشاند و هجابش را حفظ کند. بیش از هر چیز نیز بر این نکته تأکید داشت که چشمانش را در تمام مدت بسته نگه دارد. زیرا اجنه برای اینکه از بدن او بیرون نیایند سعی خواهند کرد که هجاب را از صورت وی کنار بزنند. و یا چشمان او را به صورت نامحرم بیندازند که عملیات بیرون آوردنشان به سمر نرسد. وقتی آخوند خوب توصیه های خود را درباره باری مسئله حجاب صورت به زن حالی کرد، از او خواست بدون هیچ ترس و واهمه ای از اجنه روی دوشک دراز بکشد و بیان که فکر و خیال خود را به چیزی مشغول کند، فقط آیه ای انا انزلنا فی لیلت القدر را تا پایان کار بدون وقفه تکرار کند. آخون نیز شروع کرد با قرائت آیه ای انا انزلا لباسهای زن را آرام آرام بالا زدن و آنچه را در پایین تنه زن بود به ترتیب تک تکه از تنش بیرون آوردن. وقتی بدن زن از گردن به پایین کاملا لخت و اریان شد، آخون شروع کرد با انگشت خود روی شکم زن به گفته خودش با آب متحر تربت کربلا دعا نوشتن. دعاهایی که به زبان عجیب و قریبی نیز زمزمه می کرد و برای زن فقط نام جاجوجی جنی که نامش را برده بود مفهوم بود و بس پس از نوشتن دعا آخون شروع کرد نخست با انگوش و سپس با کف دست خود شکم زن را لمس کردن و در عین حال قسم دادن و التماس و تمنا از جاجوجی جن که به حرمت خدا و پیغمبر با زبان خوش از بدن این زن نجیب و معصوم بیرون بیاید این دست کشیدن ها کم کم به صورت نوازش درآمد و آرام آرام نیز با ظرافت خاصی از شکم زن به طرف پایین بدن او کشیده شد. این اعمال مدتی طول کشید و در پایان آخوند که به گفته او جاجوجی از بیرون آمدن از بدن زن امتناع می کرد به خشم در آمد و با خشونت تمام گفت ای جاجوجی نابکار اگر به زبان خوش از بدن این زن مسلمان بیرون نیایی به جدم قسم با تو همان خواهم کرد که پیغمبر اسلام با ابو جهل، موسا با فرعون، ابراهیم با نمرود کردند. بیا بیرون که من پیغمبر خدا را به خشم و غضب بیشتر دوچار نکنی. این سخنان نیز چندین بار تکرار شد و گویا نتیجه ای گرفته نشد آن وقت آخوند گفت حال که به زبان خوشگوش نمی کنین نشاند می دهم که چطور به امر جد بزرگوارم تو را با زور از بدن این زن مسلمه بیرون میکشم و به زن نیز تأکید کرد که سخت هجاب خود را نگه دارد تا او بتواند ترتیب کار این اجنی لعنتی را که به امر پیغمبر خدا گردن نمی نهند بدهد این بگفت گفت روی زن افتاد و به کاری مشغول شد که برایش این همه سغرا کبرا چیده بود. زن مؤمنه مسلمان و بیخبر از مکر خود و حیله آخوندی بیان که کوچکترین زن بدی به دل از این آخوند شیاد و دقلباز که خود را پیغمبر خدا قلم داد کرده بود راه بدهد و عملیات بیرون آوردن اجنه از بدن خود فکر میکرد و مدام نیز آیه ان ای انزلنا را به زبان جاری می در این هنگام زن سادلوه که چهل شبان روز از همخوابگی شوهر خود محروم مانده بود در درون خود با دو احساس روبرو بود. نخستین احساس امید بیرون کشیدن اجنه از بدنش و شانس داشتن فرزند که سالیان دراز در آرزویش بود احساس دیگر عملیات آکروباسی آخوند شهوترانی بود که پس از مدتها انتظار دستش به دامان زنی زیبا و جوان رسیده بود که اتش بی پایان او را سیراب میکرد زن با تمام قول و قرارهایی که با آخوند داده بود که دستانش را از هجاب صورت بر ندارد تحت تأثیر هیجانات ناشی از جنکشی آخوند جنکشی آخوند ناخداگاه در حالی که یک دستش را به سختی به هجاب صورت داشت دست دیگرش را به آرامی به پشت خزر پیغمبر که او را هم مثل خود به رهنیاف گذاشت و به آرامی شروع به نوازش کرد و اندکی نیزوی را به طرف خود فشار داد تا هم از شیرینی آمیزش خزر پیغمبر که سرابای وجودش را گرفته بود لذت بیشتری ببرد و هم در بیرون آوردن اجنی لعنتی این پیغمبر بزرگوار خدا را یاری دهد. شگفتا که آخوند آنچنان غرق عملیات جنکشی بود که توجهی به دست به دست زن نکرد زن کام دهنده تحت تأثیر هیجانات درونی با لطافت و زرافت یک زن در حال معاشقه مشغول نوازش بدن گرم خزر پیغمبر بود که کار آخوند به پایان رسید و تازه متوجه دست زن بر بدن لخت خود شد آخوند خبیس با بی مخصوص طایفه خود و بی توجه به موقعیت زن بینوا و بیشتر به خاطر ترس از افشا شدن رازش فریاد زد ای بانو مگر نگفته بودم دست از صورت خود بر ندار بالاخره کار مرا ناقص کردی و به علت بی توجهی شما من نتوانستم جاجوجی و فرزندان ناخلفش را یک بار از بدن شما خارج کنم با این جمله زن بیچاره که هنوز شیرینی جنکشی خزر پیغمبر را در اندرونش مزه مزه می کرد، فکر کرد با قفلت خود کار پیغمبر خدا را بی سمر کرده است و شروع به گریستن کرد. آخوند ملعون که اصل شیرینی به چنگش افتاده بود با گری افسود، گریه نکنید، خوشبختانه یکی از فرزندان این جن ملعون را بیرون کشیده و به شیشه انداختم. ولی به سبب سهلنگاری شما ناچارم همه عملیات را از نو شروع کنم و هر یک از اجنه را تک تک از بدنتان بیرون بکشم. این بگفت و به سرعت لباس پوشید از زن خاص او هم لباس بپوشد و بار دیگر در معیت او به نماز بایستد. آن روز تا هنگام ظهر به گفته یا آخون دو تن از بچه جنها به همان شکل قبلی از بدن این زن بیرون کشیده و به شیشه انداخته شد. پس از آن چون آخوند جنگیر احساس خستگی و گرسنگی می کرد، از زن خواست برایش تعامی فراهم کند و او را برای چند ساعتی راحت بگذارد تا با خیال آسوده نقشه بیرون آوردن بقیه جنها را بکشد که کاری سخت و پرمشقت و نیاز به آرامش دارد. زن به سرعت تعامی برای خضر پیغمبرش تهیه و به نزد او گذاشت و خود به اتاق دیگر خزید و به فکر فرو رفت. آخوند که هنوز از لذت هماغوشی این بانوی زیبا سرمست بود به قدر کافی از تعام تناول کرد و بعد سر بر بستری که هنوز گرمی بدن زن را داشت گذاشت و به خوابی شیرین فرو رفت. بعد از ظهر آن روز نیز از نو وضو و نماز و قرائت قرآن و تسبیح انداختن و دعا کردن ادامه داشت و هر باری که از اجنه به همت خزر پیغمبر از بدن زن بیرون کشیده میشد. ضمن اینکه در برنامه بعد از ظهر آخوند نابکار در پی یافتن بچه جنها که در گوش و کنار بدن زن پنهان شده بودند زن بینوا را از این رو به آن رو می کرد تا اینکه همه فرزندان جاجوجی جن را بیرون آورد و نوبت جن آخر یعنی خود جاجوجی بود که آخوند طلب شام کرد شامی را که زن برایش فراهم کرده بود با اشتهای فراوان خورد و از نو پس از شام برنامه مفصل وضوع و نماز و قرائت قرآن و تسبیح اندازی و دعاخانی شروع شد که تا پاسی از شب ادامه داشت. شب هنگام آخوند برخلاف دفعات قبل دیگر اصراری نداشت که زن همچنان چهره خود را بپوشاند. می گفت همه بچه جنها را بیرون آوردم. تنها جاجوجی مانده که به دنبال کار او هستم. آخر کار است و لزومی ندارد شما زیاد خودتان را آزار دهید. آرام باشید تا من این ملعون خیر سر را هم گرفتار کنم و بعد خیالتان راحت خواهد شد و هرچقدر فرزند بخواهید میتوانید حامله بشوید. به دنبال این موعظه آخون در بستر زن دراز کشید و زن را از پشت در آغوش گرفت و با آرامش کامل و خیال راحت برای آخرین بار به کام دل گرفتن از این لعبتی که به آسانی و مفتی به تورش افتاده بود مشغول شد. زن خسته بعد از اینکه شنید جاجوجی هم توسط خزر پیغمبر به دام افتاد با رؤیاهای خوش و شیرین از یک روز و شب فراموش نشدنی در زندگیش به خواب عمیقی فرو رفت. صبح که خوش و خندان چشمانش را در روشنایی دلنواز آفتاب باز کرد خزر پیغمبر را که شبانگاه سخت و تنگ و گرم در آغوشش گرفته بود در بستر خود نیافت این پیغمبر پاک سیرت همچنان که بیخبر آمده بود بیخبر هم رفته بود و درسترین که قیب شده بود زن شاد و دلخوش از نوید بچه دار شدن به کار اش افتاد زمن اینکه در ته دل از شباهت خضر پیغمبر با آخوند دعانوی سخیش نیز سخت بود سفر شوهر این زن برخلاف پیشبینی به درازا کشید دو ماه او شش ماه شد شوهر زن وقتی به ولایت بازگشت که همسرش پنج ماه حامله بود مرد متعصب و ناموس پرست با دیدن وضع و حال همسرش با خشم و نفرت او را به خانه پدرش برد و با خشونت تمام گفت دخترتان به آن چیزی را که در شکمش گذاشته تحویل بگیرید زن را رها کرد و رفت زن به آرزو رسیده و حامل شده در مقابل شماتت و سرزنش پدر و مادر و بستگان و دیگر آشنایان تمام مدت قسم میخورد که کار خلافی انجام نداده است می گفت حضرت خز پس از چل نشینی ترتیب بیرون آوردن اجنه را از بدن او داده و گفته است که می تواند همانند مریم مقدس حامله شود. اما هیچ کس حرف او را مانند مریم مقدس در زمان حاملگی باور نمی کرد. با وجود اینکه سراغ آخوند دعا و رمال دقلباز نیز رفتند ولی او با هوشیاری بعد از اصلی که خورده بود برای زیارت عطبات آن ولایت را ترک کرده بود. مردم به تکاپو افتادند تا مگر شوهر زن را به ترحم وادارند دارند تا همسرش و فرزندی را که در شکم دارد از خود ترد نکند. ریش سفیدان نیز قصه مریم و یوسف نجار را به گوش مردم می‌خواندند و می‌گفتند خدا را چه دیدی شاید فرزند این زن نیز مانند فرزند مریم که او همچنین ماجرایی داشت روزی به مقام اولیایی و انبیایی برسد و نام و یاد تو و مردانگی و گذشت تو مانند یوسف نجار بر سر هر کوی و برزن به زبانها بیفتد ولی مرد زیر بار این ننگ نرفت به قول خودش نمیخواست یوسف نجار بشود و نمیخواست نامش به عنوان یک قرمساق به سر زبانها بیفتد زن در خانه پدر پدری که بیش از چند ماه نتوانست ننگ دختر خود را تحمل کند دقت کرد و مرد با سرپرستی مادر پسری به دنیا آورد که نامش را خداداد گذاشت بعدها که این پسر پا گرفت زن با یادآوری سخنان خضر پیغمبر فرزندش را به مکتب خانه فرستاد و مکتبدار که خصلت آخوندی را در او تشخیص داده بود وی را روانه حوزه علمیه کرد که به مقامات عالی روحانیت برسد از سرنوشت بعدی این زن و پسرش خداداد خبری در دست نیست